سلام، امروز 18 اسفند 1400، 32 ماه که برادرم زندانه، آقای محمد حسین سپهری. نه مرخصی اومده نه آزادی مشروط، که میتونسته بعد از 20 ماه آزادی مشروط بگیره بیاد بیرون. و من ازش خواهش کردم که بعد این 32 ماه بچه هات خیلی دلتنگن، تقاضای مرخصی کن، حالا بیای بیرون بچه هاتو ببینی. 4 اسفند که من رفتم زندان ملاقات برادرم، همون روز که من ازش خواهش کردم رفته بود و تقاضا داده بود. بعد 10 روز بهش خبر دادن که موافقت شده، بگو خانوادت پیگیری کنن. من رفتم حوزه نظارت کنار زندان، اداره هست اونجا، رفتم گفتن مدارک بیار، مدارک بردم تحویل دادم، مدارک رو همه رو هم دسته کرد، کپی فوتوکوبی ها رو همه رو گرفت از من، و بعد گفت اینا رو ببر طبقه بالا به یکی از سربازا به نام گازرانی، به اون بده تا اون بگه شما چه کار کنید، بقیه کار رو اون به شما میگه. و من رفتم طبقه بالا، اون سرباز رو پیدا کردم، رفت از بایگانی یه پوشه ای رو آورد باز کرد، داخل پوشه گذاشت برگاه های منو، گفت که ما 8 اسفند به ستاد مجرمین خطرناک نامه زدیم و این 2 ماه طول میکشه، شما اردیبهشت خبر بگیری که موافقت شده یا نه. من میخوام سوال کنم آقای خامنه ای، آقای محمد حسین سپهری، یک معلم با 27 سال سابقه ای کار که الان 32 ماه در زندان تو هست، غیر از این که گفت جمهوری اسلامی کارآمدی نداشته، رهبری تو کارآمدی نداشته، و خودت هم بارها گفتی اگر از من انتقاد کنن جرم نیست، پس چرا جواب ما و خانواده رو اینجوری میدین؟ آقای سپهری الان به چه گناهی در زندان تو هست و میگن برو 2 ماه دیگه؟ مگه آقای سپهری چه کار کرده که در ستاد مجرمین خطرناک میخواد بررسی بشه؟ چه کار کرده؟ اسلحه جا به جا کرده؟ کسی رو به خیابون آورده؟ چه کار کرده که باید هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی بمونه؟ چرا دروغ میگین؟ چرا میگین موافقت شده؟